حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میدم خدمت شما عزیزان و دوستان همیشگی برنامه توضیح المسائل. خرسندم از اینکه باز توفیق شد و با سری جدید این برنامه در خدمت شما و در محضر آقا سید الشهدا هستیم و از حضور جناب استاد رفعتی فیض میبریم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. بفرمایید خدمت. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله سلامت و سربلند باشید و اعمالتون قبول. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. تسليت بندر فزيرا باشيد الآن وعز جوار آقا سيد الشهداء بمناسبة أيام محسنیه و همچنین جسارت به بیت آقا امیرالمومنین علیه السلام، اجازه بدید که به عنوان ابتدا و شروع این برنامه از جناب استاد فیض ببریم و در رابطه با این ایام برای ما صحبت‌هایی رو داشته باشن. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستیم. بنده هم خیلی خدا رو شکر می‌کنم که این روزی ما شد بعد از مدتی که توفیق نداشتیم محضر شما عزیزان باشیم. ایام عزا و سوگواری آقا و اربابمون سید الشهدا علیه السلام، ایام ماه محرم و صفر، الحمدلله این توفیق نصیب شد که بیایم خدمت شما. عزیزانی که مشتری برنامه بودن حتما میدونن که ما در خدمتشون بودیم با انجام وظیفه در بابت مسائل شرعیه و انشالله امیدوار هستیم که خدا توفیق بده این مسیر رو ادامه بدیم. یه دوره حدوداً 3 ساله، شاید هم مقدار بیشتر، به صورت خیلی فشرده احکام شرعیه گفته شد. بله. و انشالله به مقدار بازتر، و البته من این بشارت هم خدمت عزیزان عرض میکنم، تو این برنامه جدید اگر خدا انشالله ما توفیق بده یه مقداری وسیع‌تر، یعنی یه مقداری تخصصی‌تر، هم مسائل شرعی رو دنبال میکنیم، هم به شما عزیزان این مجال داده میشه که اگر مایل بودید در ضمن اسئله و سوالهایی که میپرسید در بابت مسائل اجتماعی، شبهات اعتقادی هم اگر سوالی مد نظرشون بود حتما طرح بفرمایید. یعنی انشاءالله از این به بعد این سری جدید این برنامه با وسعت بیشتری از جهت سوالها خواهد بود. مثلا از باب مثال همین که مثلا این ایامی که الان درش هستیم و خدمت شما عزیزان هستیم، آیا مناسبت احزان هست یا نه؟ یادم میاد شب اول ماه ربیع بود یه بزرگواری از همینجا کربلا تماس گرفته بود که ما یه برنامه جشن عقدی فردا گرفتیم، آیا اشکالی داره یا نه؟ من شنیدم ماه ربیع ماه شادی اهل بیت علیهم السلام و حضرت زهراست. بهشون عرض کردم که اگر عجله‌ای ندارید و مقدورتون هست و میشه مراسم رو بگذارید برای بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام، یعنی از 9 ربیع، و اگر برنامه ریزی کردید و هیچ چاره ای نیست، خود عقد مشکلی نداره، یعنی برنامه عقد بگیرید، یعنی آقا بیاد عقد رو بخونه، اما سعی بکنید مراسم شادی برگزار نکنید، یعنی خلاصه مداحی ملایی چیزی دعوت میکنید، مدح کلی اهل بیت علیهم السلام بخونن تو وادی جشن و پایکوبی و سرور مخصوص مراسم ازدواج نشید.
گفت که نه خب مشکل مراسمی که ما اینجا میگیریم حتما باید توشون شادی ها باشه. گفتم پس بذارید برای بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام. به مرور زمان در تاریخ بعضی از روزها خودش رو بیشتر نشون داد. یعنی اگر یادتون باشه یه زمانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها 3 روز گرفته میشد، 13، 14، 15 جمادی الاول. حتی شهادت دوم که روایت 95 روزه خیلی نبود و شاید هم فقط 1 روز بعضی جاها میگرفتن به این صورت که تعطیل رسمی بشه و همه هیئات بیان بیرون. الحمدلله با تبلیغی که شد، با زحمات که علما و بزرگان کشیدن و مواکب و هیئات دست به دست هم دادن، الحمدلله داره جایگاه خودش رو کم کم پیدا میکنه. ما هنوز هم نتونستیم، شاید به مرور زمان متوجه بشیم که ما هرچی بیشتر از این مراسم و از این برنامه ها و جریان ها به این بهانه ها بنشینیم سر سفره اهل بیت علیهم السلام، از معارفشون استفاده کنیم، از مقاماتشون، از مصائبشون بگیم، چقدر برای دنیا و آخرت ما خوبه. آدمایی که اهل گریان بیشتر هم اهل شادی هن، آدمای سالم تری هن، آدمایی که بیشتر احساسات دارن، آدمایی که بیشتر خیرشون به دیگران میرسه. حالا تو مقام استدلال نیستیم، اما وجدان را داریم بیان میکنیم. بله. وجدان این واقعیت هست در خارج، یعنی در جامعه. از جمله همین ایامی که الان مادرش هستیم بعد از شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که جزء باورهای ماست، ایام بسیار سختی بود بر اهل بیت علیهم السلام. اما چون مثل خود فاطمیه حساسه، لذا خیلی طرح نشده، خیلی باز نشده. گاهی اوقات آدم وقتی مقدار تأمل میکنه تازه کم کم متوجه میشه که خیلی باید روی این ایام کار بشه. راستی اگر ولایت اهل بیت علیهم السلام، پیروی امیرالمومنین و بچه هاشون، شناختن مقاماتشون مهمه، که خیلی هم مهمه و باید مهم باشه، ما باید تو این مسیر کار کنیم. یعنی بعد از شهادت پیغمبر چی شد و روش کار کنیم. بله. کی میتونیم روش کار کنیم؟ زمانی که برنامه گذاشته بشه، زمانی که مجلسی گرفته بشه، سخنرانی دعوت بشه، اهل تحقیقی، تاریخ شناسی، اون موقع است که ما میتونیم به بهانه این ایام یه مقدار از اتفاقات رو بگیم. وقت بچه من متوجه میشه که پیغمبر شهید شدن. بله. چرا شهید شدن؟ مقدمات شهادتشون چی بود؟ و کم کم باورش میشه با مستنداتی که ذکر میشه، تا این باور جزء مسائلی بشه که در تاریخ ثابت بوده. یادتون هست به آقای علامه امینی گفته بودن که شما چرا انقدر عاشورا رو محکم میگیرید، چرا انقدر مفصل میگیرید؟ گفت ما نسبت به قدیر کوتاهی کردیم تا جایی که شما قدیر رو انکار کردید. ده. اگر عاشورا رو هم ساده و سبک بگیریم، شما عاشورا رو هم انکار میکنید. بنابراین این که میگم باور بشه، یعنی اون حقیقت تاریخی کم کم جزء باورهای نسل ما قرار بگیره. این واقعیت بوده که بعد از شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بارها به خانه امیرالمومنین هجمه شده، حمله شده. حضرت به جهات مختلفی مأمور بودن در منزل باشن اما حرکتی انجام ندن. کسی که کننده در خیبر هست و یقین داریم توانایی داشتن مقابل تمام اونها بایستن، سکوت میکنن. کما اینکه باورمون نسبت به این آقایی که در محضرشون هستیم فقط حضرت عباس. بله. علیه السلام اینه که اگر میخواستن میتونستن عاشورا رو طولانی تر کنن، میتونستن کاری بکنن که این جمعیت نزدیک به خیمه ها نرسه. اما بحث پیروزی نبود، بحث نشان دادن چهره باطل بود. نیامده بودن که جنگ رو به حسب فیزیکی و ظاهری پیروز بشن. امیرالمومنین علی علیه السلام وصی بلا شک بلا فصل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل چهره هایی قرار گرفته که خیلی ها فکر نمی کردن دارن دروغ میگن، مکر خدعه در کاره، طالب پست و مقامن. اصلا اسلامشون اسلامی بود که طمع خلافت و جانشینی درش بود. این اتفاق و این واقعیت کشف نمی شد با ذوالفقار امیرالمومنین، کشف می شد با سکوتش. بیان حضرت زهرا، با احتجاج فاطمه زهرا، با آمدن بی بی پشت در. میگید چطور؟ اینها کسی فکر نمی کرد دروغ بگن، چه برسه به اینکه دست به شمشیر ببرن، چه برسه اینکه دست به تناب ببرن، چه برسه به اینکه خونه آتیش بزنن، چه برسه به اینکه اینا آدم ها اینجوری نبودن به اعتقاد بعضی ها.
لذا در تاریخ هم یه عده که دنبال رو و اینها هستن دارن تلاش میکنن این قسمت تاریخ رو اصلا حذف کنن. بله. چرا؟ چون اگه این قسمت باز بشه، اگه به مدارک تاریخی این قطعه از تاریخ، یعنی این یکی دو هفته مراجعه بشه، خیلی ها عقیدشون عوض میشه. راستی من دنبال روی کسی هستم که بهترین شخصیت، والا مقامترین انسان، کاملترین زن، سیدت النساء بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام، این شخصیت بزرگ که پدر در حقش فرموده اگر او غضبناک شود من و خدا غضبناک خواهیم شد، رضایت او رضایت خداست. چنین شخصیتی آه بکشه، ناله بزنه، از دست اونها به شهادت برسه، فرزند شش ماهش سقط بشه و از دنیا بره، اینها هر یه دونش کافیه برای بی اعتبار کردن اونهایی که حق امیرالمومنین رو گرفتن و خودشون مستقیم اومدن به میدون، یعنی میفرستن مجموعه ای رو یا خودشون میان پشت در خانه امیرالمومنین و اون جریانات اتفاق میفته. او با آمدنش امیرالمومنین با نشستن و تحملش چهره اونها رو نشون دادن. ممکنه برای بعضی هنوز این مطالب سنگین باشه، نمونه زیاد داریم، نمونه هاشو ببینید باورتون میشه. امام حسین علیه السلام شش ماه رو گرفتن رو دست، شاید اگه تو خیمه میموند دو سه ساعت دیگه آب میرسید، شاید زنده میموند. برای چی گرفتن رو دست آوردن؟ برای اینکه اگه یه روزی یه نفر گفت خب بالاخره میدون جنگ بود، یده کشته میشن، یده میگیم اینم اومده بود جنگ کنه، دهنا بسته میشه. چرا نگرفتن آبش بدن؟ آب میخواست، چیز دیگه نمیخواست. فاطمه زهرا چیکار کرد؟ اومد پشت در فرمود که من عزادار پدر هستم، خانه خانه ای نیست که با شما فعلا کاری داشته باشه، برید بعدن بیاید. گفتن نمیریم تا علی بیاد بیرون، تا علی بیاد و بیعت کنه. فاطمه زهرا دارن نصیحتشون میکنن پشت در، گفت هیزم بیارید. اگر این واقعه، این جریانات در تاریخ روشن بشه، اهل تحقیق به مصادر رجوع کنن، مخالفین و وکری ها به مصادر خودشون مراجعه کنن، انقدر هست که بخوان مطلب رو باور بکنن. بله. حالا شاید تو مدارکشون تمام طول و تفصیلی که ما میدونیم نباشه، اما به اندازه ای هست که بخواد اونها رو بی اعتبار بکنن. بله. و اگر همه شما منکر شدن، بی بی فاطمه زهرا یک سندی گذاشتن سلام الله علیها که دیگه اونها نمیتونن منکر بشن که قبرشون مخفیه سلام الله علیها، و این سنت نبوده و او خلاف سنت پدر عمل نمیکنه و جهاتی از این قبیل که حالا در مقام استدلال اعتقادیش نیستم. بنابراین از این زمینه سوالها هم اگر بود، سوالهای مربوط به مسائل اجتماعی هم اگر بود، سوالی در مسائل مثل توحید که زندگی بعضی رو مقدار به مشکل انداخته، خدا باوری تو زندگی ها، انشاءالله در این وسعت، در این مجال وسیع، انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم. سوالاتی رو هم که عزیزان طرح بکنن در مسئله، در بابت مسائل شرعی مثل سابق، انشاءالله در خدمتشون خواهیم. انشاءالله بازم امیدوار هستیم که انشاءالله خدا این توفیق رو به ما داده بیشتر عنایت بکنه، بتونیم انشاءالله در خدمت عزیزان بوده باشیم. شاید تو این دو ماه که برنامه نبود، ادهی بالاخره هم شاید جهات دیگه تو شبکه‌های دیگه برنامه ها رو میدیدن، سوالایی براشون طرح شده و سوالا رو فرستاده باشن. این سوالا هم هست و انشاءالله سعی میکنیم به مرور به اونها هم انشاءالله جواب بدیم. عزیزانی که پرسیدن ناامید نباشن، انشاءالله خدا توفیق بده در خدمتشون خواهیم بود. انشاءالله من یکی دو تا نکته راجع به این ایام در نظرم هست. بله. که انشاءالله خدمت عزیزان عرض بکنم. حالا مناسب میبینید الان چون این مقدارم برنامه با تأخیر شروع شد و افتتاحیه بود، گفتم خیلی مختصر و مفید باشم، یعنی اندازه که عزیزان تو جریان قرار بگیرن، که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. امیدواریم که عرضه ما هم برآورده بشه انشاءالله. حالا میتونم از رفقای اتاق فرمان بپرسم که تایم ما چقدر؟ فکر میکنم که به خاطر اینکه تأخیر داشتیم یک مقداری به اون تایم دادن، میان برنامه رو میگن که حذف کردیم و 10 دقیقه تایم اضافه گرفتیم، حالا دیگه انتخاب با شما، یا اینکه همین الان آنتن رو تحویل کنترل میدیم و ادامه میدیم، یا اینکه در خدمتتون هستم. بفرمایید. یکی از بهترین احادیثی که قابل استدلال بسیار قوی هم از نظر سند هم از نظر متن تقدیم شما بزرگواران میکنم، این حدیث رو شاید شنیده باشید، عزیزانی شاید نشنیده باشن، مراجعه بکنید به مصادر، در چندین کتاب معتبر ما وارد شده این حدیث و خیلی عجیبه.
از احادیثی است که هم تولی درش هست هم تبری درش هست، از احادیثی هست که پیغمبر از آینده تو اون حدیث خبر دادن، آینده‌ای که بعدها امام باقر علیه السلام با نقل کلام جدشون به ما نشونش دادن. الان که ما پای این حدیث می‌نشینیم می‌بینیم چقدر زیبا پیغمبر حجت رو تمام کردن. چرا مردم نفهمیدن؟ اصلا پیغمبر به شکل‌های مختلف گفت، شماها فرمود شماها مثل بنی اسرائیل میشید، توتون عجل و گساله و گساله ساز پیدا میشه، سامری میاد، حواستون رو جمع بکنید. علی هارون منه، انت منی به منزلت هارون، هارون منو تنها نگذارید. خیلی خیلی شرح دادن چی شده بود، قلبها کجا رفته بود، چقدر مثلا ترس بر اونها مستولی شده بود. حالا اونا گذشت. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ما چی؟ من و شما کجای کاریم؟ ما اگر الان در اون زمان بودیم چی داشتیم؟ چی کار میکردیم؟ و الان باید چی کار بکنیم؟ خدای نکرده در عمل به این حدیث کوتاهی نکنیم. حدیث اینه، جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، ظاهرم جابر جعفیه، اگه جابر ابن عبدالله انصاری هم باشه که دیگه از اصحاب کلام از امام باقر علیه السلامه که مخالفین کلام او رو معتبر و حجت میدونن، جز اونایی که معاندن بچه های پیغمبر رو کلن. بله متاسفانه اونایی که دیگه حسابشون از اسلام جداست. امام باقر علیه السلام میفرماید که وقتی این آیه نازل شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت روزی است که هر کس رو با امامش میخوانن، یعنی به اسم امامش صداش میکنن. مسلمان ها تعجب کردن، یعنی ما دسته دسته میشیم و هر کس با امامش خونده میشه. قالو یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین، شما مگه امام همه نیستید؟ همه مردم یه امام بیشتر ندارن و اون شما هستید. بگم بفرمود انا رسول الله الی الناس اجمعین، من رسول الله هستم. آیه فرموده امام، بله پیغمبر امام هم بودن، اما خواستن بفرمان منظور این حدیث من نیستم. ولکن سیکون و بعدی، پیغمبر فرمودن منظور این آیه من نیستم. بیشتر مسلمان ها تعجب کردن، یه امام میشناختیمونم شما حالا میفرمایید که نه من نیستم، پس چی خواهد شد؟ پیغمبر شکن به خبر دادن بعد از من امام ها دو دسته میشن، یا بهتر بگیم دسته ها میشن، یکی حق بقیه باطله. مردم امام حق رو با صفاتش براتون معرفی میکنم، امامان باطل رو هم با صفاتش براتون معرفی میکنم. میگن الکنایه ابلغ من التصریح، احسنت. خدا تو قرآن اسم امیرالمومنین رو برفرض نبرده، اما اونقدر کلماتی داره که فقط و فقط بر امیرالمومنین منطبق میشه که دیگه جای شکی باقی نمیگذاره. در قصه مباهله پیغمبر با امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام بیرون اومدن و خدا بهش دستور داده برای مباهله کیار ببر، انفسنا و انفسکم، منطبق بر امیر المؤمنینه. آیه خاتم بخشی انما ولیکم الله در موردش میاد، یعنی بنابراین اگر کسی طالب واقع و حق بوده باشه همینا براش کافیه. از اون گذشته پیغمبر در بعض از روایات صریحاً اسامی رو بردن و نام بردن که خلفا بعدشون کیا هستن، اسم بردن. اما تو این حدیث بنابراین بوده که اسم برده نشه. حالا چرا؟ اگر شد یه اشاره میکنم چرا. حالا امامان حق صفاتشون اینه، سیکون و بعدی ائمتون علی الناس من الله من اهل بیتی یقومون فی الناس و یکذبون. پنجشتا کلمه است، پنجشتا دلیله، هر یک کلمهش یه دلیل مستقل کافیه برای اینکه امام بعد از من امام حق کیه، منطبق بر امیر المؤمنین علی علیه السلام نه دیگران. سیکون و بعدی، سین در لغت عرب یعنی آینده نزدیک، نه بعد از 25 سال به عنوان خلیفه چهارم. مسلمونا بعد از من به زودی خواهد بود. البته این سین برای بعضی خیلی دلیل قوی ممکنه نباشه. بله. کسی که میخواد تشکیک بکنه به همیش تشکیک میکنه، اما اون کسی که وجدان داشته باشه گر در خانه کسه است یک حرف بس است. اما اگه نه تعطیل کرده همه چی رو، سیکون و بعدی، چون خواهید دید بقیه کلمات فقط بر امیرالمومنین منطبق میشه و او بعد از من بلا فاصله خواهد بود، نه بعد از که میگن خب بالاخره ما هم قبول داریم امیرالمؤمنین رو. اگه فرمایش پیغمبره میفرماد سیکونو، به زودی بعد از من. امام حق صفات دیگه‌اش چیه؟ ائمتون علی الناس، امامتش برای همه مردمه، نه بر مسلمین نه بر اهل مدینه، علی الناس
چطور رسالت من مردم؟ شما گفتید الست امام الناس، نفرمود امام اهل مدینه، نفرمود امام مسلمونا، امام الناس. شیعه است که معتقد امیرالمؤمنین مثل پیغمبر ائمه، چون انبیا حجیتشون و اعتبارشون و رسالتشون برای تمام خلق است. لذا وقفوهم انهم مسئولون در تفسیرش میخونیم که نگه میدارن تمام خلق را و از ولایت امیرالمؤمنین از اونها سوال میکنن. نمیتونه بگه من بودایی بودم چیکار دارم به امیرالمؤمنین؟ نه، ولایت امیرالمؤمنین مال تو هم بود، چرا نرفتی دنبال کنی پیداش کنی؟ پیداش کردی، چرا متابعت نکردی؟ چرا تحقیق نکردی؟ وقفوهم انهم مسئولون. از نخود لوبیا و ماش و از شبت چیچی خوردی شام که مقدمات رو نمیخواد. سیکونو بعدی ائمتون علی الناس، کلمه ناس دلیل دوم، من الله، امامتشون از طرف خداست. اینم باز عقیده شیعه است، چون امام باید معصوم باشه، اسمت رو خدا قرار داده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، چون خدا معین کرده او باید خبر بده. توسط پیغمبرش هم امام معرفی شد، من کنت مولا فهذا علی مولا. ما از اسمت بی خبریم، او باید خبر بده، پس باید من الله باشه. اما دیگران چی میگن؟ میگن نه، مردم جمع شدن دور همی که انتخاب بکنن میشه خلیفه، یا با زور قدرت و قیام قدرت رو به دست گرفت میشه ولی، میشه خلیفه. این با عقیده، با این روایت جور در نمیاد، باید من الله باشه. حالا اگه کسی گفت آقا اینا دلیل قوی نبود، ناس یعنی مردم، مسلمان ها مگه مردم نیستن؟ قبول. اگر گفت من الله، همه چیز از جانب خداست، اگه خدا نمیخواست اونا خلفا نمیشدن، میگیم بازم قبول، اگرچه استدلال کافی بود. من اهل بیتی، من اهل بیت، این امامی که بعد از من خواهد آمد و امام حقه، مسلمان ها از اهل بیت منه. آیا اونا از خلیفه، اونا که اومدن جای امیرالمومنین گرفتن از اهل بیت پیغمبر بودن؟ ببینید در تفسیر آیه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، اهل بیت اهل کسان، امیرالمومنین اهل بیتن مسلما، دیگران جز اهل. زور زدن بیارن آیه راجع به زنهای پیغمبره، یا نساء النبی لستن که احد النساء، اما وقتی میرسه به این جمله انما ولیکم الله، ببخشید انما یرید الله لیذهب عنکم، دیگه زنها نیستن، انکم میشه، ضمیر مذکر میشه، دوباره برمیگرده سر زنهای پیغمبر. یعنی حتی زنهای پیغمبر هم داخل در این جمله نیستن، چه برسه به پدر زنهای پیغمبر و دیگران. اگه کسی گفت بابا اهل بیت دو معنا داره، یه معنی وسیع تر هم داره که سلمان هم داخله، خب اینا هم بالاخره جزء سابقون الاولون بودن و اینا هم جزء مقربان پیغمبر بودن و خب اهل بیت هم شاملشون شد. خوب دقت کنید، همه فرمایشات معصومین اینطوره، حجت رو تمام میکنن، دائما لله علی الناس حجه، کسی بر خدا حجت نداره، خدا بر همه حجت داره. اگه روز قیامتی کسی گفت خدایا من تابع امیرالمومنین نشدم چون دلیل روشنی نداشتم، همین حدیث کافیه. خب تا اینجاش که معلوم نبود، من قانع نشدم، یه کلمه دیگه پیغمبر فرموده که دیگه جای شک باقی نمیذاره، فرمودن من اهل بیتی یقومون فی الناس فیکذبون، اقامه به حقش میکند، مطالبه اون چه که خدا براش قرار داده میکند، اما تکذیب میشه. کی تکذیب شد؟ امیرالمومنین، اونایی که جانشین نشستن تو جایگاه، اونایی که گرفتن کرسی و مسند را، اونی که تکذیب شد، اونی که خونه نشین شد، امیرالمومنین بود. مسلمونا، امام حق اونیست که تکذیب میشه. خیلی درد داره، ممکنه یکی پشه بگه یا رسول الله خب بگید که ما تکذیب نکنیم، معرفی کنید، بگیم کیه، چجوری فلان پیغمبر معرفی کردن در جای خودش، این صفات هم منطبق میشه. آیا امیرالمومنین اقامه به حقش نکرد؟ بله اقامه به حق کرد. بعد از آنی که مصیبت ها بر حضرتش وارد شد، بعد از آنی که حقش غصب شد، بعد از آنی که امیرالمومنین ناصری پیدا نکرد، حرکت کردند. 40 شب داره اقلا به همراه دختر پیغمبر در خانه مهاجر انصار رفتن و این بیچارگی، این گریه داره. بعد بیان فاطمه زهرا در خونه مهاجر انصار بگن من علی ام و این فاطمه زهرا است، تو بیاید با من بیعت کنید با اون حقی که با من وعده شده دید. این صفات ائمه حق، اما صفات ائمه باطل فکر کنم دیگه مجالی نباشه. بله. حتما حدیث رو دنبال بکنید، بسیار به درد بخوره، انشالله فردا با امید خدا. خیلی متشکرم، ممنونم از شما عزیزانم، ممنونم. این بود تقدیمی از طرف بچه های توضیح المسائل، بچه های برنامه توضیح المسائل خدمت شما عزیزان. 2-0-964-771-779-38-93 شماره ارتباط شما عزیزان است. تا فردا خدا نگهدار.